دوستا عزیز سلام، صبحشم بخیر، امیدوارم حال کلگیشم خوب باشه. اینجا جاغوری یه غزنی یه سنگ ماشه یه و صبح شده منگرنید کارش راشت دو خانه اینی سرک و می گرفته و پیشم موتوراش رفت آمد دره و تک توک صدایی هم که وجود دره از وسته دیگه خلوت آرام استه و خیلی لذت بخشه، خصوصا برای کسایی که خسته یه واس شهرم ده. در هر حال هر جای کستین بیشین که بریم دسیپیا. ما پیام درخواست زیادی دریافت کردم که برم دسیپیا. البته در جاهای دیگه ما را گفته که برو که باز ما رو مطمئن. مثلا قوغزار خیلی تاکید میشه که در قوغزار برم. خوششم میگیم که حتما در قوغزار مارم بعد از این ویدیوها. در هر حال امور قمی که در گردو رفتدم دسیپیا هم رفتم. در گردو دسیپیا در این جاها جاهای هست که هیچ وقت نرفتدم، فقط نام سیپیر شنیددم. دیگه برای اولین بار است در زندگی که مرم در اونجا و از طبیعت یک دیست ساده و دیست نخوردهشی هم لذت مورم. هم بخشه شما درون شات میکرم طبیعه. بخشه کسایی که در سنگ ماشه بودن وقت چون در سنگ ماشه بسیار طبیعت دیست خوردن، خانای سیمیتی زیاد شده، را بسیار کشیدشته، سنگا زیاد نیدشته و خانه‌های سیمیتی خانه‌ای که متفاوت‌تر از خانه‌های چندین سال پیش است ساخته شدن. از این نظر هر کسی که از سنگ ماشه دسیپیا بره اولین چیزی که احساس می‌کنه اما اینه که مثلا یک جای کاملا دیست نخورده را می‌گیرنه. راه‌ها اتنیه که مثلا جور شده شه، اگه جور شدن بسیار کم، یعنی راه‌هایی که شما دسیپیا بشونید به گونه است که یک نفر مثلا از خانه اقبال شده رفته رفت آمد که تبدیل به راه شده، چون یک چیزی آوار تقریبا دشت رقم است در مقایسه با سنگ ماشه بخششم میگیم، ولی در مقایسه با جاهای دیگه طبیعتا قرخی های خود را به گفت لهجه هزارگی. اما چون زیاد دوستان گفته دسیپیا برو دسیپیا رفت، وقتی که در گردو برین از گردو تیر شده میرسین در سیپیا. سیپیا در مقایسه با گردو یک کمی ناهموارتر است، یعنی آواری زیاد شما در گردو میگیرنید، دشتکی زیاد شما در گردو میگیرنید، اما وقتی که در سیپیا برین یک کمی وضعیت فرق نه، یک کمی تیپا قرختر و خشینتر میشه. مثلا این نیاغیل در شما سلکین تپهی که در اینجا است مثلا نزیشی کمتر شما میتونین بینگرنید در گردو، اما در سیپیا است و او کوی بلندی که در پشت سر از یاغیل است که من مطمئنم بخشه سیپیا والا یک کوی خیلی خاطر انگیز است که خواهشنم نامشم بگین که نام از او کوی چی است، چون ما هیچ آشنایی با منطقهشم ندارم، فقط رفتم درون خم قد خبردم و شروع کردم به ویدیو گرفته، هم ای که خودم یک تجربه تازه تر داشته باشم از یک منطقه و هم ای که کسایی که سالهای سال در شهر بوده طبیعتا بخشی از اونا دهات جذاب است، دهات خصوصا دهات افغانستان که هیچ توسعه نیافته دیست نخورد از یاد هم شمارده اونجور دیگه هیچ معلومات ندارم. با مخاطر مثلا اینی آقیلی که شما میگیرنید و ایتا پیک در پالویزی خانه سفید خوش رنگ استه، نام از یاغیل چیز خیلی است و اونو کوی بسیار کلان که در پشت سر از یا قرار گرفته نامش چیز خیلی است. بگین نامشو بگیرین تا کل لگیم بفامی و یک تجربه مشترک پیدا کنید، چون آلی بزو فامیل و بخش از یک خانواده شدیم دیگه، باید زیادتر در اون رو دیگه بفامیم. یکی در پالوی از این مثلا این خانه سفید خوش رنگ که شما فلان در تصویر میگیرید، در پالویش یک مجمع خانه است، یعنی در هر آقیلی تا یک موقعیت است که یک تیپه، مثلا این تیپه در لا بلا در سراشیبی از این تیپه رو بافتاک پیته و روخ هم است خانه جمع جوش داره، مثل شهرک بری شهرک خورد خانه بله یک دیگه نزدیک یک دیگه جوش شده، پیش یک دره تیر شده و او درختوی که شما میگیرنید و موقع زمستانیش به نظرم یک موقعیت بسیار فوق‌العاده و قشنگه، چون خیلی آفتاب داره، آفتاب روخ را ده هزارگی مردم پیته و موگه یک بندار جای هم هسته که کسایی که در اون منطقه زندگی مونه
بیشه خسن بابای گنچی زمستان خور سر کنه قصه کنه تجربه از من نشان میده. مثلا مده قریه از خود خم ما یکی از آورده ایم از سنگ ماشه ایم ناماغیل از ما که توغه هسته منطقه ریزه یک زندگی منی ما توغه هسته امتحانا جمع هسته متراکم شده در یک نقطه و این رقم خانه ها امکان تماس را بین مردم بسیار زیاد فراهم نه یعنی امکانی که تو هر روز یک دیگر بینگرنی زیادتر امکان از اینکه پیشین قصه کنین زیادتر است خصوصا در جاغوری در دیهات در افغانستان که زمستان مشهور به فصل بیکاری و قصه و داستان موقعیت های اینچینی خیلی فرصت زیر فراهم نه که آدم ها بیشه قصه کنه در دیل افته و به گفته شهرستانی ها بیشه قصه کنه اینی, موق... اینی منظره خیلی توجه ام را جلب کرد و دیگه یکی چیزی که دیگه یک چیز دیگه یکی بوش کردم توجه ام جلب کرد این بود که نمفهم دلیل چه خشکسالیه یا مهاجرت مردمی سیپی هسته که رفته بخشیم بگین کامنت کن که میزان سطح مهاجرت چقدر جوان ها چقدر منده و خان ها چقدر تخلیه هسته چون زمین ها را که شما توجه کن سر کن زمین ها مثلا تیس نخورده امرقم به نظر میسه که سالهای سال به حال خود چی رهاشته علفای هرز روی داده برش تیس نخورده و نمفهم دلیل چی آیا خشکسالیه یا نه مردم رفته از منطقه ولی در شروع باز میگنید که خانه زمین های کمی جمع جوره مثلا اینی خانه رسه این خانه همونطور درون را علاق دادم در بلی سر آقیل چیم ناگهانی چیم ده خودم چون پایین بودم چیم ده خانه خود این خانه مثل خانه باکول مریه خانه قدیمی کس پخصه پخصه مثلا کس مطمئن متوجه است دوستان که پخصه گلد و میرخ شد با اصطلاح خیلی سخت نه پخته نه از او دیوار جور نه لایه لایه طبق طبق بلی یک دیگه تجربه نشود ده که خیلی محکم مه خیلی سخت مه مقاومت چه زیاده و خانه های زیاد هسته که در قدیم از پخصه جمع شد ولی تا هنوز هسته اینی خانه دو منزله که در وقت و زمان خود احتمالا خیلی خانه لوکس بوده و زمین ها اطرافش هم احتمالا متعلق به امزی خانه دیگه خیلی توجه هم جلب کرد چون خیلی شباهت زیاد داشت در خانه باکلیم در مجموع اینی قصه و داستان بود از سیپیه و گردو جای خوب بود حس خیلی مثبت و یک دیست داشتم زمانی که در اونجا رفتم و خانه‌ای زیاد ساده ساده رو زیاد در اونجا بوش کردم و کمی ریلکس هم شد و درون خم بردادم درون شات هم گرفتم بخشی از شما تا این تجربه قدر شما شریک کده باشم دیگه من هیچ گپ ندارم وقتی خوش باشه خداحافظ دوستان.